نظر شما کدام یک از مصوبات مجلس هشتم موفق بوده است؟ 1. قانون هدفمند کردن یارانه ها. 2. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان. 3. قانون حمایت از مشاغل خانگی. 4. هر سه مورد. عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30111 ارسال فرمایید. مرجان صدرعلمایی، کارشناس عکاسی، متولد 1357 در شیراز. بابک اخوان بلوچیان، مهندس مکانیک، متولد 1356 در تهران. بابک اخوان بلوچیان 35 سال پیش در خانواده‌ای متوسط در تهران متولد شد. پدرش در یک شرکت داروسازی کار می‌کرد و خانواده را در محیطی طبیعی خارج از تهران سکونت داده بود. بابک بعد از تحصیلات دانشگاهی به زندگی در طبیعت و استفاده کالاهای طبیعی علاقه بیشتری پیدا کرد و موفق شد در ایران پوشاک الیاف طبیعی تولید کند. در اولین سالهای تولید، بابک به اتفاق همسرش محصولاتشان را در غرفه‌ای ساده در ارتفاعات شمال تهران به کوه نوردان و آبران عرضه می کردند. آنها به تدریج موفق شدند برای فروش محصولاتشان مغازه کوچکی اجاره کنند و در سال 1383 برای پوشاک الیاف طبیعی نام تجاری ثبت کنند و با تحمل سختی‌های تولید و پشتکار فراوان کسب و کار خود را چنان توسعه دادند که امروز بیش از 100 نفر در کارگاه‌ها و شعب فروشگاه‌های آنها کار می‌کنند. کارآفرینان مهمان در این برنامه خود از پوشاک الیاف طبیعی استفاده می کنند و با وجودی که به موفقیت مالی خوبی رسیدند، رویه مردمداری، انس با طبیعت، زندگی ساده و مشارکت در امور خیریه را همچنان حفظ کردند. خب بینندگان عزیز، خواهش میکنم که همین اول بگم اگه سوالی از مهمانان برنامه دارید حتما به 30111 بفرستید. انشالله تو فرصت مناسب سوالات شما رو سعی میکنیم از مهمانان برنامه بپرسیم. خیلی خوش آمدین آقای بابک خان به برنامه ما. خانم صدرعلمایی، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. با بینندگان ما اگه صحبتی داریم بکنیم، بعد من از شما سوال کنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای اسفندیاری، همکاران خوبتون توی استودیو و بیننده های خوب برنامه پایش. خیلی ممنون. خانم صدرعلمایی، شما. منم سلام میکنم به بینندگان محترم و همکاران شما و این عید و تبریک میگم به همه مردم و بیننده. خب آقای بلوچیان، چند سال شما این کار رو شروع کردین؟ قضیه مال 7-8-10 سال 7-8-10 سال، یعنی 3 سال، یعنی 30% اختلاف. واقعا چند سال؟ 10 سال 7 سال. حتی میدونی از روحیات ما ایرانی ها مثلا میگیم مثلا کی میایی دنبالم بریم بیرون، مثلا میگیم 7 و 8 دیگه، مثلا 7 و 8 یه سال. البته من به عمد اینو گفتم به این علت که در حقیقت یک دوره ما در کنار یک دوستی قرار گرفتیم که به او کمک میکردیم، این کار رو در کنار او یاد گرفتیم. آها. و بعد این کار در حقیقت به ما محول شد و ما اینا ادامه دادیم. پس همون 10 سال درسته در واقع؟ 10 ساله که با این کار معنوسیم، ما توی این کار هستیم، ولی از اون وقتی که برای خودمون کار رو شروع کردیم سال 83 بود. 83. خانم صدرعلمایی، شما بعد از ازدواج این کار رو با هم شروع کردیم یا اصلا این کار باعث شد با هم ازدواج کنیم؟ از بعد با آشنایی من وقتی که با بابک آشنا شدم، بابک همراه اون دوست مشغول کار این کار انجام میدونم. خب ببینم، کاره باعث ازدواج شما شد یا ازدواج کردین بعد با همین کار رو شروع کردین؟ اون کاری که دوتایی با هم شروع کردیم بعد از ازدواج بود. آره، میشه گفتش که ازدواج باعث شد که این کار رو با هم انجام بدیم. حالا میشه دقیقا بگین چی کار میکنین؟
این کار چیه؟ ماهیتش رو برای بیننده ما توضیح میدیم. ما تولید کننده پوشاک الیاف طبیعی هستیم. الان همینایی که خودتون هم پوشیدین از همونهاش خودمون خب پوشید. یعنی چی الیاف طبیعی بگیم؟ الیاف طبیعی پارچه هایی که خب از مواد طبیعی ساخته شده و متریال شیمیایی و مواد شیمیایی به چنوان نداره. خب چجوری تولید میکنید اینا رو؟ ما پارچه رو تهیه میکنیم، الگوسازی میکنیم. یعنی پارچه رو آماده میخریم؟ بله. خودتون پارچه رو تولید نمیکنیم؟ نه خیلی. بعد این پارچه ها هست تو بازار، راحت پیدا میشه؟ ما شناسایی کردیم پارچه های طبیعی، حالا چه اونایی که دستباف تو روستا تولید میشه، چه اونایی که کارخونه جات دارن تولید میکنن، اینا رو شناسایی کردیم و تهیه میکنیم. از چین هم میخرین آقا بابک؟ قسمت عمده پارچه ها ایرانی هست و تو کارخونه های ایران داره تولید میشه، ولی بخشیش چون الیاف تو ایران نیستش که بخوان اینجا روش کار کنن، درصد جزئیش بله. خب پارچه رو که شما آماده میخرید، قسمت خاص کار شما کدوم قسمت طراحی و در واقع دیزاین و دوختشه؟ ببینید تو حوزه طراحی که بیشتر همسرم انجام میده، سعی شده که از طرح‌های بومی و سنتی استفاده بشه با الهام از طرح‌های لباس‌های قدیمی. در حقیقت بخش طراحی سعی شده که یک جوری حال و هوای ایرانی و شرقی داشته باشه و خب بخش اصلی طراحی هم همونه دیگه. بعد کار میاد در حقیقت الگو سازی میشه و مدل‌ها شما الان کارگاه داریم؟ بله، قسمت عمده کار توی کارگاه خودمون هست تهران. چند نفر توش کار میکنه؟ تو بخش کارگاهی و فروشگاه های ما به صورت مستقیم حدود 50 نفر، بالغ بر 50 نفر، و بخش پیمانکاری داریم که در حقیقت قسمتی از کار برون سپاری میشه، توی اون قسمت هم بالغ بر 50 نفر. قبل از این چی کار میکردین شما؟ من مهندسی مکانیک خوندم ولی هیچ وقت توی این حوزه مشغول به کار نشدم. یه داستان جالبی داره این که چجوری ما وارد این کار شدیم. همینو میخوام بدونم، یعنی یه دفعه شما مثلا شب خوابیدین صبح گفتیم بریم الیاف طبیعی بگیریم لباس تولید کنیم؟ اگه تو مجال برنامه‌تون باشه و این فرصت باشه، فکر میکنم برای بیننده هاتون جالب باشه. خدمتتون عرض کنم که من بعد از این که درسم تموم شد و در حقیقت به خواست خانواده مهندسی مکانیک تموم شد، خب خیلی مایل نبودم تو این حوزه، یه حرفم گفتین اب نداره، خب خیلی مایل نبودم که تو این حوزه مشغول بشم، ولی که تو دوره نوجوانی من با طبیعت و کوهنوردی خیلی مانوس بودم و خیلی رفت آمد به کوه زیاد بود. تو این رفت آمد با دوستی آشنا شدم به اسم آقای بهمن مخبر که جا داره همینجا ادای دین بکنم و در حقیقت عرض احترام بکنم بابت اینکه بهانه اصلی این کار و ایده اصلی ایشون از جانب ایشون بوده. بله. من با ایشون آشنا شدم. ایشون تو مسیر کوهنوردی درکه یک محیط متفاوتی رو با دست خودش ساخته بود. یک مغازه چوبینه‌ای، یک نونوایی کاهگلی و یک خونه سنگی. اونجا زندگی میکرد و توی اون فروشگاه محصولاتی رو که یا گردآوری کرده بود از جاهای مختلف ایران و نونی که خودش تولید میکرد رو اونجا میفروخت. منم به واسطه علاقه خیلی خوشم اومد و رفتم پیش ایشون. یک سال اونجا زندگی کردم. در طی این یک سال تجربیات خیلی جالب و منحصر به فردی برای من پیش اومد. دیدم امروز داشتید راجع به نون و کیفیت نون و این داستان ها صحبت میکردید، جا داره که یه اشاره خیلی کوتاه بکنم. نونی که اونجا تولید میشد توی اون نونوایی کاهگلی و توی تنور کاهگلی، از مرحله تهیه آردش توسط خود آقای مخبر انجام میشد. ایشون گندم رو از مزرعه‌ای که در حقیقت کشاورز اون شناس بود، میدونستن آدم خوب و با صلاحیتی، خرید میکردم. گندم ارگانیک که نه کود شیمیایی بهش دیده داده شده بود نه سمپاشی شده بود. این گندم میومد توی
تنها آسیاب آبی کارشون که هنوزم داره کار میکنه، اونجا با سرعت بسیار آهسته تبدیل به آرد میشد. آرد میومد به درکه، البته با الاغ، چون که اونجا در حقیقت ماشین نمیتونست بره و میرفت اونجا، آب لوله کشی وجود نداشت اونجا، بنابراین آب باید میرفتیم از سر چشمه مثل کوزه به سرا در حقیقت می آوردیم. کجای درکه است؟ من خیلی درکه رفتم ندیدم. این که حدود نیم ساعتی از میدون درکه بالاتره، یه جایی به اسم دو کمرون. خلاصه تبدیل به خمیر می شد و مخمر استفاده نمی کردن، خمیر ترش می زدن توش برای چاق شدن خمیر اصطلاحا، و روغن کنجد و شیره انگور و کنجد و چیزای دیگه اضافه می شد و نهایتاً توی تنور هیزومی که خودش درست کرده بود پخته میشد. یه تنوری بود شبیه به تنور بربری، یعنی نون با پارو میرفت اون داخل و نونی که میومد بیرون کافی بود که شما عطرش کنید و شما رو به یک در حقیقت خاطراتی سوق میداد که واقعاً خیلی منحصر به فرده. ایشون الان دیگه اونجا مشغول نیستن، یه جایی در کاشون هست که دارن بازسازی میکنن، یه خونه قدیمی درست. و میخوان که اونجا در حقیقت این نونه رو چند میداد که میصرفید؟ این کاری که شما گفتین هر نونش باید 4-5000 تومان در میاد. اون موقع یه قرص نون، نونای گرد زخیم دهاتی، یه قرص نون گندم فکر میکنم که اون زمان 500 یا 600 تومان به فروش میرفت. نون بربری فکر میکنم 200 تومان 150 تومان بود. خب قیمت آرد بالاتر بوده ولی واقعا کیفیت منحصر به فرد اونجا بود. حالا این چجوری شد لباس؟ اونجا فعالیت های دیگه هم اتفاق میافتاد. یک قسمتی از فعالیت ها لباس های الیاف طبیعی بود که ایشون تولید میکردن، خیلی در حد محدود. یه مدل پیرن مردونه که امروز من به همون نشونه در حقیقت اون مدل رو پوشیدم و همین بلندترش برای خانوما و یک شلوار با پارچه متقالی که در حقیقت همیشه توی فرهنگ ما برای روبالشی و رودوشکی استفاده شده، ولی واقعا یکی از طبیعی ترین پارچه هاییه که میشه تو بازار پیدا کرد، به لحاظ اینکه هم الیاف طبیعیه 100% پنبه است و همین که از نظر شیمیایی هیچ ماده شیمیایی نخورده، نه رنگ برداری شده نه رنگ رزی شده. این لباس هم توی اون بساط پیدا می شد. در کنارش عسل خوب، روغن کنجد، روغن زیتون، عود و چیزهای دیگهی که جمع‌آوری شده بود از جاهای مختلف. من حدود یک سال اونجا مشغول بودم، رنگرزی گیاهی، کشاورزی و خیلی چیزهای دیگر اونجا تجربه کردم. اواخر یک سال بود که ایشون رفته بودن سفر و من روزی داشتم از کوه می اومدم پایین برای بردن هیزم که تو مسیر کوهنوردی با همسرم آشنا شدم. البته ایشون رو من قبلا خونه دوست صمیمیم در دوران دانشگاه دیده بودم، چرا که ایشون تو خونه ما زیاد رفت آمد میکردن، منم در حقیقت رفت آمدم به خونه در حقیقت خانواده صدرالعلمایی زیاد بود و خب اونجا همدیگر رو دیده بودیم، ولی کن مدتی این رابطه قطع شده بود و بیخبر بودن از من. خلاصه اونجا این آشنایی شکل گرفت و بعد از مدتی هم منتهی به ازدواج شد و فکر کردیم که با هم بریم این لباس ها رو تولید کنیم. اینو خدمتتون بگم که ایشون هم مثل من خیلی علاقه به کوهنوردی داشتن. اون روز تنهایی اومده بود به کوه و این برای من خیلی جالب بود که یک خانوم این جسارت و جرأت رو داشته باشه که تنهایی بیاد بره تا کوه. خلاصه با هم دیگه توی این گفتگوها به این نتیجه رسیدیم که چقدر افکار و ایده هامون نزدیکه به همه. تصمیم گرفتیم که یک زندگی متفاوتی، چیزی شبیه به اون اتفاقی که در درکه دیده بودیم، برای خودمون بسازیم. این بود که تصمیم گرفتیم بریم ساکن روستا بشیم. الان محل زندگیتون اونجاست؟ نه خیر، در حال حاضر خارج از شهر فشم ما زندگی میکنیم، حومه تهران، ولی کن اون مکانی که به سمتش حرکت کردیم شمال کشور بود. ایشون خب دانشجو عکاسی بودن، یه دوربین حرفه‌ای عکاسی داشتن، فروختن، یه 1 میلیون تومانی پول اومد دستشون
خیلی یک عکاس دوربین شده پیشه. چجوری دلتون اومد خانم صدرالعلمایی؟ دیگه خب یه دوربین دیگه هم داشتم. دیگه داشتیم. بعد شما خانوادتون اصلا نگفتن شما میخواییم برین با یه آدمی که تو کوه زندگی میکنه ازدواج کنین، سختگیری نکردن؟ چون الان یکی از مشکلات بعضی از کسانی که میخوان یه کاری رو راه بندازن، یه شغلی رو راه بندازن، چون بالاخره باید برن، گاهی لازمه ممکنه برن خارج شهر، برن تو استانهای دیگه، جاهای دیگه، معمولا خانواده ها خیلی همراهی نمی کنن. شما مشکل این ریختی نداشتیم؟ چرا، ما هم در رابطه با کارمون هم ازدواجمون، چون خیلی منحصر به خودمون بود و مورد مشابهی وجود نداشت، خب برای همه خیلی عجیب بود و ناشناخته بود. ولی اینقدر که ما باور داشتیم بهش و اینقدر که پشتش بودیم، این باور رو به دیگران هم منتقل میکردیم. الان روزی چند ساعت کار میکنیم خانم صدر؟ اصلا نمیشه روش ساعت گذاشت، چون ما انقدر زندگی و کارمون با هم قاطیه که حتی شبا که میخوابیم خواب کار میبینیم. درسته. بعد این کارگاهتون الان محلش کجاست؟ خیابون انقلاب. یعنی شما هر روز از فشم میایین میرین انقلاب تو کارگاه؟ خب چرا تو فشم نزدین کارگاهتون؟ خب دسترسی به نیروی کار، مواد اولیه، نزدیکی به بازار، خیلی چیزا توش موثر. بعد هر روز میای اینو میرین؟ هر روز. اون قضیه خونه شمال چی شد؟ حالا تعریف خدمتتون عرض کنم که خلاصه 1,000,000 تومان ایشون در حقیقت به اون شکل آوردن توی گود و منم با یک فشاری از پدرم گرفتم 1,000,000 و خلاصه با 2,000,000 تومان راه افتادیم. از دیلمان شروع کردیم دنبال زمین گشتن. این قضیه آره سال 83 میشه. خب. ما اصالتا اهل گیلان هستیم. پدر مادرم اهل رشت هستن، بنابراین طبیعی بود که از اون منطقه شروع کنیم. ولی کن خب اونجا قیمت ها خیلی بالا بود، ما هم ایده زمین 1,000 متری 2,000 متری داشتیم و میخواستیم خونمونو بسازیم و مرغ و خروسی و گاو و گوسفندی و زندگی روستایی ساده. خلاصه اونجا نتونستیم این زمین رو تهیه کنیم. سفرمون همینجور ادامه پیدا کرد. یه چیز حدود 2 ماه طول کشید. ما هر تعطیلی که پیدا میکردیم میرفتیم یه ایلاقات شمال به دنبال زمین. از تقریبا مرکز گیلان شروع کردیم، اومدیم به سمت مازندران، همچنان جایی پیدا نشد تا اینکه یک روستایی نزدیک بهشهر تونستیم 2,000 متر زمین بخریم با 2,000,000 تومان. با 2,000,000 تومان، متری 1,000 تومان زمین کشاورزی روی یه تپه مشرف به دشت گرگان و دریای خزر و میانکاله و از پشت هم مشرف به جنگل‌های گرگان. و شروع کردیم با نیت این که اینجا بتونیم خونه خودمونو بسازیم. خانواده ها هم دیدن که ما خیلی مصریم و دیگه رفتیم توی گود، کمک بیشتری به ما کردن. پدر من خدا رحمتش کنه یه 5-6 میلیون تومانی به ما کمک کردن و خلاصه ما اونجا بسم الله رو گفتیم و شروع کردیم به کندن زمین. و حالا عکساش هست که خانم صد بیل داره دستشو داره سنگ میندازه توی پیو. خلاصه پی ساخته شد و ایده اصلی این بود که یک خونه چوبی کاهگلی ساخته بشه. اسکلت تمام چوب خونه 2 طبقه بالاخره برپا شد و من تو نقشش و بریدن چوبا و ساختش اینا رو همه رو خودتون انجام دادید؟ بله، کار خودم بود. و ربطی به مهندسی مکانیک نداره، ولی خب همچنین یه جورایی برای مهندسیه. حالا شما آره، ولی خانم صدرالعلمایی بنده خدا فقط دکمه دوربین فشار داده بود، بیل دادین دست ایشون. البته ایشون هم قبل از عکاسی فیزیک خونده بوده و به هر حال یک علاقه و